ما الان تو دوران فراوانی کتاب هستیم یعنی هر سال عنوان های خیلی زیادی تعلیف میشه ترجمه میشه هم, هم کتاب های خوب هیچ کس هم نمیتونه همش بخونه پس یه سوال اساسی به وجود میاد چی بخونم؟ الان این کتاب تموم شد کتاب بعدی چی بخونم؟ در جواب این سوال الان ما بوک های زیادی داریم صفحات اینستاگرام کانال های یوتیوب همه دارن کتاب معرفی میکنن توصیه میکنن اینو بخونیم اونو بخونیم خب من فکر کردم اگر قرار یه نفر به من کتاب معرفی بکنه کی بهتر از ویلدورانت که یکی از مهمترین مورخین شناخته شده است نویسنده تاریخ تمدن نویسنده تاریخ فلسفه است و یا آدم دانشمند و کاملا قابل اعتماده و این کتاب هم نوشته به خاطر همین تصمیم گرفتم کتابخانه شخصی من رو ترجمه بکنم و فکر میکنم خوندنش میتونه برای همه جالب باشه تو این کتاب ویلدورانت چند تا مسئله رو یعنی چند تا فصلهای مختلفش مثلا ده شاعر برتر تاریخ از نظر خودش ده اندیشمند بزرگ تاریخ از نظر خودش ده تا قله های پیشرفت بشر یعنی دستاورده که خوبه در موردشون بخونیم و حالا فصلهای دیگه و مهمترین فصلش صد کتابی که برای آموختن خیلی عالی و خوبم و بهترم که یه فهرست صد کتابی اونجا ویلدورانت معرفی میکنه از اون صد تا کتاب یه تعدادیش ترجمه نشده که من اونها رو جدا کردم تعداد زیادیش ترجمه شده که اونها رو ما فهرست کردیم و خودم هم توضیحات لازم رو دادم که کدوم کتاب ها چه ترجمه هایی ازش هست کدوم ناشرها چاپ کردن اینا که دسترسی بهشون ساده باشه خود دورانت هم توضیحش اینه میگه که شما روزی یک ساعت وقت برای مطالعه بذارید با فهرست من همراهی بکنید و بعد از یکی دو سال شما یه آدم تازه میشید به نظر منم فهرستش خیلی عالی و خوبه در این حال اون شخصیت هایی هم که معرفی کرده کاملا میتونن یه مسیر مطالعاتی به ما بدن و یه نکته خیلی خوب دیگهش اینه که چون خودش مورخه و تاریخ تمدن نوشته و اینا درسته که هر نکته ای رو خیلی کوتاه توضیح داده ولی تو همون توضیحات دو سه صفحه ایش اطلاعات خیلی خوبی وجود داره و ما کاملا یه چیزای جدیدی یاد میگیریم یعنی برای من که اینطوری بوده این کتاب مخاطب این کتاب همه میتونن باشن یعنی از یه نوجوانی که تازه داره کتاب نوجوان میخونه و میخواد ورود کنه به مطالعات در حوزه بزرگسال تا یه کسی مثل من که بالاخره چندین سال درگیر مسئله کتاب و اه, سر و کار داشته با کتاب برای همه میتونه خوندن این کتابخانه شخصی من جالب باشه از دو جهت یک نکاتی که خود دورانت میگه در مورد مسائل مختلف بر من تازگی داره مثلا وقتی داره در مورد مطالعه توضیح میده میگه اگر توی یکی از کتابایی که من معرفی کردم رسیدید به یه جایی حوصلتون سر رفت جالب نبود سریع ورق بزنید از اون صفحات رد شید برسید به یه جایی که جالبه از اونجا خوندن و ادامه بدید سعی نکنید بیش از حد کلنجار برید با کتاب و نکات متعدد دیگه و چیزای تازه هم حتما براتون وجود داره توش مثلا شما کجا میتونید زندگی ده تا شاعر مهم تاریخ و خیلی خلاصه شده تو سی چه صفحه پیدا بکنید اینه که به نظرم این کتاب برای همه مخاطبه هم میتونه مفید باشه کتاب زیر دیویز صفحه است سده چهار صفحه است به نظرم توی دو تا سه روز به راحتی میشه خوندش